همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قایم چو تو قایم بذات. هستی تو صورت و پیوند نه، تو به کس و کس به تو مانند نه. آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمردست و نمیرد تویی. ما همه فانی و بقا بس تو راست، ملک تعالی و تقدس تو راست. جز تو فلک را خم چوگان که داد، دیگ جسد را نمک و جان که داد. تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت. هر که نگویای تو خاموش بی، هر که نگویای تو خاموش بی، هر چه نیاد تو فراموش بی. ساقی شب دستکش جام توست، مرغ سحر دست خوش نام توست. رخش رادیو فیلم تقدیم می کند. برگ درختان سر در نظر هوشیار، هر ورقش دفتر معرفت کردگار. چراغ شهید، فقید دکتر نجیب الله و طرح مصالحه ملی. و اگر میگن که نیم مسلمان هستیم، باز دل جای خدا هست، بگذار اونا محاسبه میکنن دیگه. اینا در حکم خداوند خود را علیازم بالله قرار ندن. اگر بر پیشانیشان نوشته است که لا اله الا الله و محمد رسول الله، و بر پیشانی نجیب نوشته نیست، باز حق دارن بگوین که این برادر علامت مسلمانی در اینجا هست. اگر بر سینهشان چیز حق شده باشه نشان بدن بر ما. در غیر صورت اگر به عمل ارتباط داره و به ظاهر ارتباط داره، ما حکم خدا را تطبیق میکنم، میگم صلح میخوایم. تو میگه که ما جنگ میخوایم. کدامش اسم را اسلام است؟ دوستان محترم، وطنداران عزیز، ملت افغانستان طی سالهای جنگ قربانیهای فراوان دادند. بیایید به خاطر خون پاک تمام افغانهایی که در راه حق و عدالت جان شیرین خود را از دست دادند، به دربار خداوند لایزال نیایش کنیم
که بر این بندگان خود لطف و مرحمت خود را ارزانی داشته و گلم جنگ، خوندیزی، تباهی و بربادی را از سرزمین افغانها برچینند. با گذشت زمان بسیار از مطالب و واقعیت‌ها روشن می‌گردد، حقایق از پرده بیرون می‌افتد، شک و تردید جای خیش را به یقین و باور می‌گذارد و صحت و سقم قضایا تثبیت گردیده و حقیقت مانند خورشید پرتو افگنده، بر همه واضح می‌شود که دروغ پردازان معامله‌گر کی‌ها بودند و حقیقت سرایان بیباک و از خود گذر چه کردند و چه حماسه از خود بجا گذاشتند. بعد از وقوع حوادث 11 سپتامبر 2001 و حمله بر ساختمان‌های نیویورک روشن گردید که سر نخ در کجا گره خورده و دست کیها در گره زدنها اندر کار بوده است. آنان که با تمام دم و دستگاه عریض و طویل و ادارات استخباراتی پرخرج و مجهز به تکنولوژی مدرن ادعای رهبری جهان را دارند، تعجیز شدند، ضعف و ناتوانیشان برای همه ملل جهان واضح گردید و خود دریافتند که هیولای وحشت و ترور دامنگیر خودشان شده و بنیادگرایی اسلامی این متحد دیرینه ایشان که با وسیله سازمان تروریستی و جنایتکار ISI پاکستان تقویت شده و می شود، بر مواضع منافع حیاتیشان حملور شده و خطرات جدی را برای آینده در همه عرصه های حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بار آورده، اگر با آن برخورد قاطع و ریشه‌کن صورت نگیرد، به خطر غیر قابل تصور برای همه دنیای متمدن مبدل خواهد گشت. تعداد از سیاسیون و تحلیلگران اظهار کردند که گویا در سال 1992 امکانات مساعد در افغانستان به وجود آمده بود که می توانست با توجه لازم هم جلو این هیولای وحشت گرفته شود و همچنین افغانستان با استفاده از آن فرصت توانمند شده تا به حیث کشور مستقل صلح در آن تأمین گردیده، دامنه جنگ و تباهی برچیده شود و در شاهراه ترقی و انکشاف حیات اقتصادی و اجتماعی خیش قرار گیرد. ولی متاسفانه با وقوع تمام اشتباهات و خیانتهایی که از طرف جوانب مختلف زیردخل در قضیه افغانستان صورت گرفت، افغانستان به یک کشور حامل خطر تروریسم مبدل گردیده و استبداد مذهبی تمام رشته‌های سالم حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور را در هم پیچیده و وطن ما را به طرف کوره‌راه‌های نابودی و تباهی سوق داد. بیایید ببینیم که عاملین و حاملین اصلی این جنایت بزرگی که در حق ملت ما صورت گرفته است کیانند و چگونه ملت ارجمند ما را به خاک و خون غلطانده و وطن ما این خانه مشترک تمام افغانها را به ماتم سرای سیاه روزی و کشت و کشتار مبدل ساخته و خودشان این دیوانگان مست کرده جهان سرمایه و زور چگونه با اعمال نقشه های شیطانی خیش به تعجیز، تحقیر و توهین ملت بزرگوار ما دست زدند و اکنون که خودشان و منافع حیاتی آنها به خطر افتیده به افغانستان ریختند و می خواهند جامعه نو و شرایط نو را در وطن ما تعمیم بخشند. این خود سوال برانگیز است. آنان که دیروز وطن من را به مخروبه تبدیل کردند، چگونه می توانند به منادیان آزادی و تعمیم دموکراسی مبدل گردند؟ آنان که بنیادگرایی اثر و صورتشان می بارد
آنان که هزاران جرم و جنایت را در حق ملت ما انجام دادند، آنان که هیچ سنگ بنای سالمی را در ساختمان حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وطن ما نگذاشتند و همه چیز را به یغما بردند، باز باید آزموده شوند و در پیشاپیش همه باز چهره های ایشان ظاهر گردند. کسانی که دیروز نه به خاطر اسلام بلکه برای تصاحب و اشغال قدرت سیاسی در افغانستان هر نوع ظلم و ناروایی که بود بر مردم ما روا داشتند و تکیه بر قدرت ها و سازمان های خرابکار جاسوسی برون مرزی زدند، هیچگاه سخنگوی و ممثل واقعی دردها، آرزوها و آرمانهای مردم بیچاره ما نبودند. آیا چگونه میتوان بر آنها تکیه و اهداف بزرگ ساختمان یک جامعه دموکراتیک را برای آینده کشور ما پیریزی کرد؟ تکیه بر نیروهای کهنکار که از انجماد فکری و خرافه پرستی مالامال هستند نمیتواند وطن و مردم ما را به مسیر سالم تنظیم حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رهنمون شود. این شیوه کار امریکایی است که همیشه نیروهای روشنگر و وطن پرست و آنان را که می توانند مصدر خدمات قابل قدر برای وطن خیش گردند به دست فراموشی سپرده و باز هم روی همان اقشار و لایه‌های اجتماعی جامد و راکدی که هیچ نوع خیال تحول و تغییر را در ذهن ندارند اتکا می نماید. این امر سوال عمده ای را پیش می کشد که آیا واقعا ایالات متحده امریکا و متحدینش این بار با صداقت می خواهند در قضیه افغانستان برخورد نموده و یا این که منافع و علایق نوظهور کرده در نقشه ها و پلان های استراتژیک و منطقوی ایشان می خواهند اکت دیگری را به دست اجرا بگیرند؟ سالها قبل رهبر فقید مردم افغانستان دکتر نجیب الله با خردمندی و هوشیاری تحلیل بس فشرده از پیامدهای اوضاع سیاسی وطن خیش، منطقه و جهان را به خدمت همه تقدیم نمود و واضح ساخته بود که چه واقعی خواهد شد و در همان لحظات خطیر تاریخی وی روی ختمش انسانی و شریفانه مصالحه ملی تکیه می زد و با فشاری می کرد که یگانه راه بیرون رفت از این معضلات در صلح و تأمین دموکراسی برای کشورش است و بس. به همین دلیل بارها و بارها از همه دعوت به عمل آورد تا در تأمین صلح و اعمار یک افغانستان آزاد و مستقل داخل اقدام شوند که متاسفانه از طرف جوانب بیشمار به شمول ایالات متحده امریکا، چین، روسیه، ایران و پاکستان بنیادگرا افغانستان و مردمش به کام وحشت و دهشت افتیدند و سوال نابودی و تباهی حتمی آن مطرح شد. عجب است که اکنون بعد از سالهای طولانی شکنجه و عذاب، فقر و فلاکت، سیاه روزی و ظلم و بیوطنی و آوارگی باز هم همان آش است و همان کاسه، همان وحشت و همان دهشت. آنان که دیروز به نامهای مختلف مورد حمایت رنگارنگ جوامع غربی و امریکا قرار گرفته باز هم بر مسند قدرت بنشینند و به حرافی و لفاظی پرداخته و دم از خدمت و آبادانی وطن بزنند. تا زمانی که خلع سلاح آموتام صورت نگیرد، تا قانون و قانونیت بر جامعه حاکم نشود، تا زمینه برای تبارز و تظاهر طیف وسیع نیروهای دموکراتیک و هواخواه تحول و ترقی مساعد نگردد،
معضله افغانستان حل نخواهد شد. تمامیت ارضی وطن شما در خطر است. وطنتان میتونه تجزیه شوه، وطنتان میتونه پارچه پارچه شوه. مگر وقتی که من شوروی رو گفتم که از اینجا بیرون برای خود تو هم دیگه پاکستانی رو خود اجازه ندید، که عربی رو خود اجازه ندید، اینجا جنرال امریکایی رو خود با خود نبر، مشاور امریکایی رو خود با خود اینجا نبر. من از دست تو خود پارچه پارچه و تکه تکه شو، تجزیه شد، تقسیم شد. یک قسمتش در دست عربا افتید، یک قسمتش در دست پاکستانی افتید، یک قسمتش در دست انگلیس ها افتید، یک قسمت دیگه در دست اروپایی ها، یک قسمتش در دست امریکایی ها، یک قسمتش در دست دیگه، یک قسمتش در دست دیگه، در دست بیگانگان افتید. ما گفتم که مسئولانه در برابر شما صحبت میکنم، حقایق تلخ است. چرا معضل امروزی ما حل و فصل نمیشه؟ برای اینکه در تمام طول تاریخ از او جنگ ها با متجاوزین ما یک دست واحد بودیم، تن واحد بودیم، یک پارچه بودیم، عزیز و دلبند بودیم. افغان و ازبک و تاجک و هزاره و ترکمن نمی شناختیم، افغان بودیم، مسلمان بودیم و هیچ کس تاب و توان قدرت را برابر ما نداشت.
عالی؟ عرب می آیه با عزت ما، با ننگ ما، با شرف ما، با غیرت ما، با قمندانیت ما، با همه چیز ما غرض داره. مرا یکی از قمندان ها هنوز قطعات شوروی نرفته بودن، یک قمندان برجسته بود، نامش نمیگیرم، برایم خط روان کرد. من خطش پاسخ گفتم و تمام خواست ها و نیازهایی که مردم افغانستان داره و مسئولیت هایی که ما در قبال ازی مردم داریم، این سنگر و اون سنگر فرق نمی کنه، هر دوی ما مدعی هستیم که خدمت برای مردم را انجام بدیم و سنگ خدمت مردم را به سینه می زنیم. پاسخ دادم برشان که اگر شوروی ها برآمدن و جایش دیگر ها گرفتن، اگر در اینجا باز مشاور امریکایی آمد، اگر در اینجا باز وهابی های عربی آمد، اگر در اینجا باز جنرال های یا میجر های پاکستانی آمد، برای ما در خط نوشته کرد که در او صورت باز ما افغان استیم، تو افغانیت تا به اثبات برسان، باز ما هم افغانیت خود را به اثبات میرسانیم. حالی دی روزا ما باز خط برش روان کردم و خط شام این بار بسیار با متن خوب و با محتوای خوب رسید. برش نوشته کردم که نگفته بودم برای شما که اینها می آیند و آمدند بر خاک ما. صرف آل مداخله متری بس نیست، تجاوز. شما از طریق تلویزیون می بینید، مگر استقلال خود نداشتن، آزادی نداشتن، غلام غلامان شده بودن، اونا اجازه ندادن برش. گفت نی ملکت برو ویران کو، اسلامت برباد کو، عزت و ننگ و ناموست را لیلام کو. از او خاطر که در ظرف 5 ماه گذشته، 5 ماه تمام مردم افغانستان قضاوت خود را انجام دادن، نفرت مردم افغانستان علیشان تحریک شده. نه اونایی که تجارت کردن، اونایی که بانک ها را پر کردن، اونایی که خودش بادیگاردش بگذار تا آخرین آخرینش هم که ببینی سیب بهترین موترها و بهترین قصرها در اختیارشان وجود دارن و کی در میدانهای جنگ آمدن و جنگیدن. در اینجا فقط پیسه عرب است و دلار است و دینار است که اینجا روان کده، میرن بوجی بوجی و فقط در دست یکی دو نفر میته که تو ای برادرت بکش، تو ای برادرت بکش. کاش که اونا اینجا میامدن در صف اول میجنگیدن. آمد یک چند روز دزدانه در اینجا گلبودین آمد، ولی با آمدن خود چی کرد؟ برای ازی که خود سطر رو پوشانده باشد، دستور داد که راکت ها را فیر کنین سر کابل. ولی طرفداران 50% امام کشته میشه، چرا که او خود ادعا داره که کلش از مسنه کشته شد و پروانه داره که من زنده باقی بمانم در اینجا. و امیالی شهرها را بگذارین شما، در کدام منطقه نیست که نازد خورد ندارن بین خود. در او صورت خواه اگر حکومت راستین بیه و سر حکومت کادی کابل بیه و بگوین که سر تخت یکیش بگوه که من میشینم و دیگیش بگوه که من میشینم. و اینجا برادر با برادر، دختر با مادر، فرزند با پدر، خانه با خانه، کوچه با کوچه جنگ شروع شوه، شما با ما اجازه میدین که از افغانستان لبنان ثانی بسازم؟ حال خواه دقل یک ثبات نسبی قرار دارم و شما خود رکایی 5-3 ساعت است، 4 ساعت است، 6 تیم صحبت میکنیم با هم دیگر، دو خود سر بالا نخواد بکنیم. از او خاطر ما این سوال ترک کردیم که برادران عزیز و محترم ما بیاین، کدورت ها را پس میکنیم، دشمنی ها را پس میکنیم، کی باشه کی نباشه این گپا نمیتونه مسائل را حل فصل بکنه، کنار رفتن ها نمیتونه مسائل را حل فصل بکنه، کنار آمدن ها میتونه مسائل را حل فصل بکنه. بیاین با هم آشتی بکنیم، بیاین به جای افتراق اتحاد ملی و وحدت ملی را ایجاد بکنیم. خداوند جلالا شان او فرموده که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بیاین با یک ریسمان وحدت و اتحاد و اتفاق اسلامیت و خداوندی چنگ مندازیم، افغانی چنگ مندازیم، وطنی چنگ مندازیم، این کار انجام بدیم. و
ولی اونا میگن که ما به جنگ ادامه میدهیم. ما برای شما میگم که دوام جنگ و طولانی شدن جنگ برای هیچ یکی از طرفین درگیر جنگ مفید واقع نخواهد شد. 10 سال جنگ به اثبات رسید که مفید واقع نشده است، بعد ازی هم واقع نخواهد شد. کسانی که میخواهند به جنگ ادامه بدهند، معنای آن این است که میخواهند در آخرین تحلیل مالک یک کشور ویران شده، یک اقتصاد خراب شده، سرپرست بزرگ، رئیس جمهور، حاکم، امیر هزاران طفل یتیم و هزاران بیوزن میخواهی شود. اینجا کوپنهاگن پایتخت کشور دنمارک است. کنفرانس صلح در کوپنهاگن با اشتراک کشورهای مختلف جهان تدبیر گردید که هیئت جمهوری دموکراتیک افغانستان نیز در آن اشتراک فعال داشت. در این کنفرانس صلح کشورهای جهان جنگ به ویژه مسابقات تسلیحاتی و جنگ ذرهبی را که هر روز بیشتر از روز دیگر بشریت و کره ما را تهدید می نماید تقبیح کردند و یک بار دیگر تاثیرات جنگ ذرهبی را که اولین بار در هیروشیما و ناگاساکی ژاپن توسط امریکا استعمال گردید مثال آوردند. و سمه کشورهای جهان و خصوص دارندگان سلاح ذره‌بی و آنانی که این مسابقات را دامن می‌زنند خواستار شدند که به انسان، هستی انسان و تمدن بشری بیندیشند. هیئت جمهوری دموکراتیک افغانستان با شرکت فعال خیش در این کنفرانس و اینکه جنگ در کشور ما چه ارمغان داشته است، توجه همه جهانیان را یک بار دیگر به مشه صلح‌خواهانه دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان جلب نمود. تمام بشریت در سراسر کره زمین جنگ و جنگ افروزان را تقبیح می کنند و ندای صلح هر روز بیشتر از روز دیگر در جهان ما اوج می گیرد. مردم شهر کابل با استقبال گرم از مشه مصالحه ملی به شادی نشستند و با امید با آینده روشن و دسته های پر از گل های رنگین چشم به راه عزیزان خود شدند. نویدهای سعادت و خوشبختی کرمغان مش مصالحه ملیان یکی بعد دیگر پا به عرصه وجود میگذارد. ورق بر میگردد، درهای زندانها گشوده میگردد و هزاران زندانی با شور و شادی آزادی را نظاره میکنند و آشتی ملی را که آزادیشان ارمغان آن است صمیمانه سلام میگویند. مشه مصالحه ملی به همه راه نو، امید نو و زندگی نو هدیه نمود. هزاران چشم های منتظر دوباره عزیزانشان را در آستانه خانه هایشان دیدند. ما زبی ولاسف ما به مدت 7 سال حبس محکوم شدیم. به مدت 3 سال سپری کردیم. دولت نظر به فرمان که به خاطر مصالح ملی اعلام بریده بود ما را امروز مورد حبس قرار داد. میگویند زندگی چون جاده طویل دو طرفه است که در هر دو مسیر آن رفت و آمد جریان دارد، ولی در این راه بهروزی و خوشبختی از آن کسان است که به خوبی ها، نیکی ها و ارزش های انسانی می اندیشند و آن را در گذر زندگی خیش عملی و ترویج می نمایند. ولی جنگ تمام ثروت های ملی و اندوخته های فرهنگی کشور را نابود می کند. از انسان این موجود متفکر و هستی ساز هیولای وحشت، دهشت و زشتی می سازد. پس نابود باد جنگ و سلام بر صلح که ناموس ترقی، تعالی و شگوفانی بشر است. ما گروه های مسلحه را نگاه می کنیم که با استقبال از مشی مصالحه ملی به کابل آمدند. لحظه دیدار آنها با شهریان کابل نهایت با شکوه است. چشم ها با دیدن هم دوباره روشن می شوند. رفیق نجیب در دیدار با این گروه 500 نفری فرمودند. ما
سوال اعلان مصالحه ملی نمودیم. چرا؟ بر مبنای ازی که اگر روز 10 نفر 5 نفر از طرف ما کشته میشه، 10 نفر 5 نفر او طرف کشته میشه، وام از ما هست. کاش که نیروی دیگر خارجی در برابر ما مطرح می بود، باز افغان ها مثل پدران و نیاکان خود ضرب شمشیر از اونها را نشان می داد برشان. ولی کی می مره؟ از هر دو طرف برادر ما می مره. لذا ما می گم بخاطر ازی نی که ما ضعیف استم، ناتوان استم، بی قدرت استم. ما بر شما بصراحت می گم امروز 500,000 نفر قوای مسلح داریم. مجموع سازمان های اجتماعی ما از اتحادیه کارگران گرفته تا دیگرها کل شکل محاسبه بکنین 1,000,000 نفر می شود. قوت و طاقت زیاد هست. مگر این قوت و طاقت زیاد را ما علیه کی استعمال بکنم؟ علیه برادر خود؟ علیه خودت؟ همین این مسافیدان ما و بزرگان ما در اونجا که تمه جمع شدن، خواه یا که تمه فارسی گپ می زنن یا که تمه پشتو گپ می زنن. قرآن ما شریک، مذهب ما شریک، دین ما شریک، زبان ما شریک، احساس ما شریک، عاطفه ما شریک، زبان ما شریک. پس ما علیه کی بجنگم؟ لذا سوال زور آزمایی در برابر برادر لازم نیست. استادان محترم خیش این سوال را باید گذاشت. خدای نخواسته اگر سبا و فردا اینجا یک حکومت فاندمنتالیست اکستریمیست ضد تنوع و پیشرفت به وجود بیاید، در اونجا سوال از موجودیت و عدم موجودیت پوهنتون مطرح بس است. تمام کانون های علمی و تنوع مطرح بس است. استاد، دانشمند، طبیب، دکتر را بگذاریم که خانم فقط ان حق نخواد داشته باشد، نه در تحصیل، نه در مکتب، نه در پوهنتون، نه در خانه، نه در بازار، نه در مارکت، نه در تجارت خانه، نه در فابریک. اینجا سوال اساسی است که باید در برابر استادان گذاشت که از کدام خط باید دفاع صورت بپذیره. تمام تلاش برای ازی که حد اقل چیزی باقی مانده ایره حفظ بکنیم، ایره نجات بتیم، در غیر صورت ای جنگ و ای توتاها و ای دسایس ملی منطقوی و جهانی نه تنها تنور و ترقی ما را و پیشرفت ما را میخوره، وطن ما را میخوره و تجزیه میکنه. و اینجا هر انسان وطن پرست و وطن دوست با خصوص کسی که چراغ معرفت و تنوع را در دست دارد چه احساسی مسئولیت در قبال تاریخ وطن و مردم و آینده می کند. صادق، سر جفری ها یا بی‌نظیر بوتو یا آقای بوش در امریکا تقاضا می کند که ما حل سیاسی مسئله افغانستان را می خواهیم. خب بارها از حل سیاسی مسئله افغانستان صحبت کرده، کنفرانس ها، روی میز ها، حتی موافقات ژنو امضا کردن، رئیس یک سند با اعتبار بین المللی امریکا به مسابقه گرانتور و تضمین کننده، پاکستان به اسم متعاقد به سند بین المللی، به سازمان ملل متحد، به منشور ملل متحد، به تمام پایه حقوقی چنین اسناد که ارزش بین المللی دارد، نه تنها پشت پا زدن بلکه به امضاهای خیش که در پای ازی اسنان با اعتبار به امیلی زده بودن نیز رو زیر پا گذاشته. نه تنها مداخله قطع نشد که باید قطع میشد بر اساس سند اولی از این توافقات ژنو، تشدید شد و به تجاوز آشکار و مستقیم مبدل گردید و سوال ادغام افغانستان مطرح بس شد تحت نام کنفدراسیون با پاکستان، سوال بر رسمیت شناختن خط دیورن مطرح بس شد و سوال حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال وطن مطرحی بعد شد. خب می خواهیم حل سیاسی را، مگر در کنارش سوال مطرحی بس بسازن که حل سیاسی از طریق نبودن حاکمیت و رژیم کنونی مطرحی بس است.
حل سیاسی که یک طرف قضیه رو شما نفع بکنین با کی انجام میدین؟ چرا این تناقض وجود دارد؟ برای که الوز ناس این پلان های خود رو نداشتانده پلانی بلیدن وطن. خب ما حل سیاسی وطن رو میخواییم ولی در کنار عزیز برای مجاهدین یا مخالفین اپوزیسیون رژیم افغانستان سلام میدهیم که جنگ ادامه بکنه، کشتارها و خونریزی ادامه پیدا بکنه و اونا رو تشویق بکنیم که هیچ گونه حل سیاسی رو نمیپذیرن و باز بگیم که حل سیاسی رو میخواییم. برای ازی باز دلارها، باز راکتها، باز تمام مسائل. خب در چنین حالتی با وجود که کرسی مال شخصی نجیب الله نیست که اونا خواهش بکنن سر جفری ها موره برای کسی دیگری بخشش بده، این کرسی از ملت افغانستان است و ما این اداره کردیم، حاضر شدیم که در فرصت کوتاه حاضر استیم به طرف انتخابات بریم، بگذاریم مردم افغانستان هر کس را انتخاب بکنن برای ما قابل حرمت و احترام است. شاید ما را انتخاب بکنن، شاید شما را انتخاب بکنن، شاید در دوی ما را انتخاب نکنن برای کسی سیبون باید. و اگر دوستان ما فیصله می کنن که شما بیاییم نظامی را به وجود بیاریم، بگذار شما نمی تانین این سوالای ما را پاسخ بتین، اونا می آین برای ما پاسخ بتن. اگر شما ترزی اعتماد دارید ما قبول می کنیم که بیاید گل بودین اینجا رهبری از این دولت را به عهده خود بگیره. این مسائل شما حل و فصل خواهد شد یا این پوهندون ها و این کانون دانش از معرفت بسته خواهد شد و قفل بزرگ انداخته خواهد شد و در اینجا به طرف یک متود فناتیزم و تعصب گرایی و عقب گرایی قرنها قبل تاریخ افغانستان که تقریبا عقب هم نگه داشته شده از این قدم پس بر ببری شد. یکی رو باید پاسخ داد، این سوال رو باید پاسخ داد و ما توقع ما از استادان محترم همی هست. برای این مثلا ما تلاش کردیم که سیاست مصالحه ملی رو مطرح بس بسازیم، برای ما برادر افغان مطرح بس هست فعلا که یک دفعه ملت پارچه پارچه خود پس دوباره یک جای بسازم. بگذارین اگر دیروز در اون سر جنگیره بیاید این روز با ما یک جای، با ما اگر در این سر جنگیدیم با اونا یک جای قرار بگیریم. باز با دوزو بر اساس منافع ملی و وطنی خیش تصمیم میگیریم که مراودات ما، مناسبات ما با کشورها، با همسایه ها، با جهان اسلام، با غرب، با شرق چگونه باید باشه. ولی ملت را از این چنگانگی باید بیرون کشید. آشتی رو مطلی بساخت. برای آشتی بهانه هایی بود. اسلام به خطر است. تمام اصول را مراعات کردیم که گویا ایبانیش هم برطرف شد. اتحاد شوروی آمده کشور را اشغال کرده. راه پیدا کردیم که اونا به کشور خیش عودت کنند. سوار قدرت و اقتدار از کرسی را تسلیم میکنیم. بیایید کرسی مال مردم افغانستان است که بریم به انتخابات. ولی سوال ای هست که شما این را تسلیم میکنید. ما را با شما مارخین، شما روشن فکران، نسل های آینده روشن فکر شما بعد از طی ده ها سال و قرن متهم نخواست ساخت که نجیب الله و یارانی از اونها و امی کسایی که روشن فکران بودن و در پیشا پیش تنور و پیشرفت و ترقی استاد بودن مسئول تمام مبارزات چی شد؟ به دست کی سپرد که ما را اینقدر به عقب بندازن؟ ما محکوم نخواهد شدیم؟ تمامی از این مسائلی که میگین این مسائل را بگذارین، قانون های از این مسائل از بین نخواهد بره. نزا گذی دایره بزرگ و وسیع و عظیم ما این مسائل را و مسئولانه مطری بس بسازیم در جهت عشق با مسلک خیش، با تحصیل، با علم، با قانون فرهنگ، با قانون پوهنتون ها، با مقام استاد بسنجیم. بازم ما فکر میکنم شما برای ما اجازه نخواد دادیم، برای هیچ کس اجازه، با خود اجازه نخواد دادیم که رژیم سیاهی بر شما مسلط شود. فناتیک، فندیمنتالیست و اکستریمیست. اجازه میدم استادان منور ما اینجا سوال تمام
مبارزه در این جهت هست که ما از این تنوع رو پیشرفت دفاع میکنیم و دیگران ما رو به عقب میکشانند. جان و دل ما وطن هر دو گروگان تو از ریم و ای وطن ساده ای دامان تو جان و دل ما وطن هر دو گروگان تو ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن ای وطن مادر مرد آفرین ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین جوانان تو دانش ظلمت شکن دیر درخشان تو اختری پرتو فگن فکر جوانان تو دانش ظلمت شکن مهر درخشان تو ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن ای وطن مادر مرد آفرین ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین میدان تو واسه پایه‌ی افتخار جان من و جان تو ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن ای وطن مادر مرد آفرین ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن ای وطن مادر مرد آفرین ای وطن ای وطن گلشن خاور زمین ای وطن ای وطن مادر مرد آفرین ما در مذاکرات خود با نماینده سرمنشی ملل متحد با نمایندگان دیگری پیوسته سوال نمطری بحث ساختیم که حفظ قدرت و کسب قدرت مطری بحث نیست. برای مردم افغانستان فقط یک گارانتی و ضمانت باید داده شود، قطع جنگ، قطع خونریزی و میکانیزمی دقیق برای تامین قطع خونریزی و جنگ به میدان بیاید. در او صورت ما حاضر هستیم با انعطاف پذیری، با کامپرومایز، با از خودگذری برای ایجاد یک میکانیزم عبوری قابل قبول برای تمام جوانب روی میز مذاکره با جانب افغانی همه از مسائل هیچ استثنا نداره، هر نوع سوال را هم مطرح کنیم و هم حل نماییم. ولی باید ضمانت و گارانتی و ایجاد میکانیزم هم کنترل ارسال اسلحه، هم برداشتن سیستم های خطرناک اسلحه از افغانستان
و هم تأمین آتش بس و در او فضا که ضمانت و گارانتی صلح وجود داشته باشد و ما بفهمیم که پس دوباره همه از مسائل از جریان جنگ گذار کرد به طرف صلح، از یک جریان قتل و قتال و مخاصمت بین افغان ها انتقال پیدا کرد، پس دوباره در یک مسیر دموکراتیک، در یک مسیر آزادمنشانه، در یک مسیر که حق تعیین سرنوشت مردم افغانستان مطرح بس است. دوستان شما مطمئن باشین که رژیم کنونی، دولت کنونی، حزب وطن، متحدین سیاسی از اونها با تعقل و خبرت سیاسی و تدبیر سیاسی و مسئولیت بزرگ تاریخی خیش کامهای را در جهت تأمین کامل صلح، اعمار مجدد افغانستان و وفاق ملی افغانستان با جسارت، با مردانگی و شهامت خواد برداشت. تقاضای کسب قدرت را می نماید. کسانی که سیاست می فهمند و در برابر ملت و سرنوشت آن احساس مسئولیت می نمایند، خطرات ناشی از خلای قدرت را در شرایط کنونی که تقریبا همه مسلحند و جنگ و مداخله از خارج نیز جریان دارد به خوبی و به ظاهر درک می نمایند. همیش با شما دوستان محترم است روی کاغذ صحبت کردیم. خوب است که بعضی پرنسیپ ها در کاغذ و توسط نوک قلم به تحریر در بیاورد، ولی امروز ما از متد صحبت های شما که در پارلمان تعقیب میکنین، اگه اجازه شما باشه که آزاد و دوستانه و شفاهی هم صحبت های را انجام بدیم، چرا که کمک در تحریر و کاغذ و اینا آدم خود را مقید احساس میکنه. درست است؟ از اون فضای دموکراتیکی که شما داشتین. قبول میکنیم همی رژیم، همی حاکمیت، حزب وطن، قوای مسلح، نیروهای متحد سیاسی از اینا از عرصه بیرون رفت. برای ما سریع و روشن بگوید، خوب اندیشیدین نسبت به این مسائل. کدام نیروی سیاسی دیگری به شمول تنظیم های سیگانه یا معتدلین میتونه جای ازی حاکمیت را به زودی فوراً پر بکنه که در برابر بنیادگرایا مقابله کرده بتونه؟ بارها به شما جرگه ها از او طرف آمدن، قماندان ها آمدن. روزی که تنه کودتا کرده بود صبح ایره خود از رسای به مجددی قصه کرده که من تمام شب نفل میخواندم که خدای نجیب را حفظ بکنی، برای ازی که اگر گل بودین بره در اون جواب پیروزی برسه جای برای ورود مدگه وجود نخواد داشت. شما ایتا فکر بکنین که بنیادگرای بیاد در افغانستان، چرا که الٹرناتیف برای شما بگویم به صراحت از شما پنهان نمی کنم، امروز بسیار مسائل ما در برابرتون گشاده می گذاریم. بگذار تریبون پارلمان افغانستان، تریبون سنگین و با وزن پارلمان افغانستان خودش یک وسیله دیالوگ غیر مستقیم و یا دیالوگ مستقیم از طریق امواج تلویزیون و رادیو و تمام افغان ها و جهانیان باشد. اگر این رژیم، این حاکمیت و متحدین سیاسی از اونها و حزب وطن نباشه، جایی را که در اینجا پر میکنه ما برتان بگویم فقط بنیادگرایا هستند در حمایت و پشتیبانی با بیگانگان. اگر آمد گل بودین و خالص و سیاف در اینجا، بین برای ما به صراحت بگوین جای برای میان روها هست؟ ظاهر شاه اجازه میدن که اینجا به نوگانه ها را اجازه خود دادن؟ خب رستگاری ملی ما را خب بگذارین و نوزد اتحاد و دموکراسی و آزادی را بجایش. برای یک جنبش کوچک روشن فکری و یا سیاسی و یا حزبی که نام داشته باشد و از تنور و ترقی و پیشرفت و دموکراسی و آزادی نام بگیره،
جای دیگر برایشان وجود نخواهد داشت در جامعه افغانستان.